ورود کمپیشنی مهاجران به ویژه اوکراینی ها و افغان ها، پیدا کردن خانه مناسب برای زندگی در یکی از شهرهای پرجمعیت کانادا را به یک مشکل جدی مبدل کرده است. پناهندگان تازه وارد علاقه‌مندان در شهرهای پرجمعیت همچون تورنتو و ونکوور جابجا شوند تا بتوانند در کنار همزبانانشان فرصت‌های شغلی را بیازمایند. محمد مختار که به تازگی با خانواده‌اش به کانادا آمده است، رشد سرسام آور کرایه خانه در یک سال پسین را کمرشکن می‌داند. شب که استراحت شوی، صبح کرایه در اینجا بلند میشه. یعنی هر ماه، هر 15 روز، هر هفته چی بلند میشه، کرایه بلند میشه. ما در ابتدا که آمدیم اینجا را ما کرایه گرفتیم به 1800 روپیه. البته یک دوست دیگه ما که در یک شهر دیگه هستن که تازه آمدن، اونا درخواست کردن که ما به دیوجا مشکلات داریم و ما بیم به شهر تورنتو برای ما یک خانه ببی. ما خانه دیدم بر از اونا گب در 2700 رسید. یعنی هر شب و هر روز اینجا کرایه بلند شده میره. شماری از مشاوران املاک در تورنتو میگویند که در کنار افزایش نرخ بهره، کندی در ساخت و ساز ساختمان‌های نو و ورود بی سابقه مهاجران به کانادا نیز سبب شده است که کرایه خانه بالا برود. آمدن مهاجرین از بعد از تحولات در کشورهای مختلف، آمدن مهاجرین به تورنتو است و همچنان کمبود خانه برای اینا باعث شده که تقاضا برای خانه بسیار زیاد باشه و این باعث شده که یک تعداد نتانن خانه پیدا کنن و به یک کمبود در ایسی خانه کرایی مواجه شدن در تورنتو و در مجموع در کل ایالت آنتاریو. حفیظ الله حدود یک ماه و اندیست که به کانادا آمده و هیچگاهی تصور نمی کرد که با چنین مشکل روبرو شود، زیرا در دو ماه پسین کرایه خانه در تورنتو تا دو برابر افزایش یافته است. نظر به این پولی که بر ما کمک میکنن به حساب خرچ خانه و کرایه خانه خیلی سنگین است. بر ما مثلا میتن 2000 دلار ماهانه پیسه و ما میتم خودم شخصا خودم 2500 دلار کرایه خانه فقط میتم. ما 500 دلار از خرچ خانه و کرای خانه را که بمیتن، ما 500 دلار از او کم میارم. ماه هاست مهاجران تازه وارد در تورنتو به دلیل کمبود خانه در هتل ها بسر میبرند. هنگام بستن قرارداد خانه از مستاجر دو سند درخواست میشود. سندی که تایید کند وی شاغل است و سند اعتبار مالی، دو پرونده که مهاجران تازه وارد به آن دسترسی ندارند. احمد فرشاد صالح، تلویزیون آشنا صدای آمریکا، تورنتو.